سلام عزیزای دلم، ما میکروفون جدید داریم از این به بعد دیگه با میتونیم شوخی داریم میگیریم دیگه. پس سلام به ویدئوی معرفی دالی و میدجرنی، خیلی خوش اومدید. برید سراغ دالی، شما هم بیا سمت دالی، راه توبه بازه. جون بکن، چقدر طولش میده؟ میجرنی بنداز دور. آقا شما بگید توی تصویر اول اون دوتا بانو میجرنی بهتر بود یا دالی؟ میجرنی ایرانی پسند در شما. شبیه من نبود؟ برو بالا اصلا این؟ آره یکی ساخته خیلی شبیه منه. این کار خود قدرت خدا رو ببین. سلام، من امیرحسینم. به همه کسرای عزیز، امروز اومدیم توی این ویدیو با هم مقایسه کنیم دوتا ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی خلاق رو. هوش مصنوعی تصویرساز. هوش مصنوعی تصویرساز مسخره. میخوایم بریم سراغ این دوتا هوش مصنوعی تصویرساز که بهتریناشو براتون انتخاب کردیم، یعنی دالی 2 و میدجرنی، که با هم مقایسهشون کنیم. اول بگیم که اصلا چجوری میشه ازشون استفاده کرد، هر دوتاشون به چه دردی میخورن، چجوری میتونن خلاقیت آدمو بالا ببرن، چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم، و اینکه با هم مقایسه شون هم بکنیم ببینیم که توی اگه موضوعات یکسانو به جفتشون بدیم، مثلا یه خط راجع به حالا توصیف یه تصویری به این بدیم به اون یکی هم بدیم، جفتشون چه نتیجه هایی رو به ما میدن، کدومشون میتونن بهتر باشن. من طرفدار میدجرنی هم. میدجرنی که وللش، به قول دوستمون میدجورنی. میدجورنی وللش. میدجورنی اصلا پشتش کیه؟ این میدجرنی من به پشتش کاری ندارم زیاد، بیایم به پشتش کاری نداشته باشیم. پشت مهمه قطعا. پشت دالی اوپن ای آیه. اوپن ای آی چیه؟ ساخته چت جی پی تی که شما دیگه استادش. چت جی پی تی ساخته؟ بله بله. نه اوپن ای آی چت جی پی تی رو ساخته، دالی هم برادر اوپن ای آی. هر چقدر چت جی پی تی خفنه، این دوستمون هم خفنه. البته نمیشه اینطوری. ببین، پول به گرافیس ندین. دوبه کلام بذار من به شما بگم، این دوتا خب کارشون یکسانه، یعنی این تصویرساز اونم تصویرساز، کاری نداریم. اما تفاوتی که با هم دارن اینه که دالی به متنی که شما بهش میدین و تصویری که میخواد در نهایت خروجیشو بده به شما، به صورت دیفالت یک دید ریالیستیک داره، یعنی تصویرها رو به صورت واقع گرایانه تر به شما تحویل میده. اما میدجرنی یه دید هنری داره، یعنی شما اگه همون متن رو مثلا بهش بدی، به صورت به شکل هنری تر، به یه دید آرتیستیک تر به قول معروف، بله احسنت، میاد اون تصویر رو میسازه. تفاوت اصلیشون اینجاست، ولی خب هر جفتشون تنظیماتی رو دارن که شما بتونی اینو تغییر بدی، مثلا اونم آرتیستیک باشه، اینم ریالیستیک باشه، یا حالا به هر شکل دیگه‌ای بخوان کارو پیش ببرن. حالا از دالی تو من بگو که انقدر طرفدارش هم هستی، چیه دقیقا داستانش؟ دالی اوپن ای اومد یکی دو سال پیش، نسخه اولش رو داد بیرون که یه سری ایرادا داشت. مثلا ابعاد تصویری که بهتون میداد، من اینجا یادداشت کردم، ابعاد تصویری که به شما میداد 256 در 256 پیکسل بود. خیلی آره، خیلی آره، چیز خفنی هم نمیداد بیرون. اومد نسخه دوش اپریل 2022، یعنی حدوداً 10 ماه پیش معرفی شد، که آقا یه سری قابلیت‌های انقلابی توش گذاشته بود. مثلا اون قابلیت اوت پینتینگش خیلی چیز خفنیه، و حالا شما میتونی تو ابعاد 10-24 در 10-24 تصویر تولید کنی. و این نیست که حتما به صورت اسکوئر و مربعی به تصویر بده، میتونی اسپکت ریشیوشو خودت بهش بگی، آره بگی چی میخوام چی نمیخوام، بهت میده. حالا پوینت مثبتش نسبت به میدجرنی اون سیاست‌های اخلاق محوریه که اوپن ای آی پشتشه. مثلا اجازه نمیده شما بیای یک سری مسائلی که دوستانم میدونن و با استفاده از تصویر سازی کنی. بله بله, بله. اون بسیار کار زشت و ناپسندیه. بله بله. خب اگر شما بخوای مثل تکنولوژی دیپ فیک بخوای از تصویر و چهره افراد سوء استفاده کنی، میگه آقا من نیستم. حالا بهتون نشون میدم چجوریه، ولی میدجرنی شما این کارو میکنه. حتی نه به اون شکل عجیبی که تو داری میگی سوء استفاده و فلان و اینا، ولی میگم خیلی پالیسی خفنی نداره جلو جلوگیری، برای جلوگیری از سوء استفاده های این مدلی. قبول داری که حالا کمی تا قسمتی بله. خب میفرمایید دیگه ادامش. بعد همین دیگه، تو ویدیو بیشتر بهتون نشون میدم. ببینید چند مرد حلاجی. حالا میدجرنی داستانش یک کمی متفاوته، یعنی
شما وقتی سرچ میکنی خیلی شاید کسی خاصی پشتش نباشه، مثل اوپن یه نکته دیگه من یه سایت مشخص، یه پلتفرم مشخص برای انجام این کارم دارم. شما میری تو میجرنی میخوای یه تصویری برای تولید بکنه، آقا باید بشینی ببینی این کجا میره. اینو واسه بهش میرسیم. دقیقاً من میخواستم یه نکته که بگم مثبته که دالی داره و میجرنی نداره، اینه که یه پلتفرم، یه سایت، یه جای مشخص داره که شما میری توی اون سایت و شروع میکنی به تایپ کردن و تصویر رو تحویل میگیری. اما میجرنی همچین داستانی رو نداره که حالا تو پروسه اینکه چجوری بتونیم وارد بشیم به این حالا هوش مصنوعی یا ازشون استفاده بکنیم بهتون کامل توضیح میدم. تو اول راجع به دالی بگو که چطوری میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم دالی رو. از اونجایی که دالی هم مثل چت جی پی تی مال اوپن ای آی و اجازه ساین آپ شدن به ما ساکنین ایران، یا حداقل برای ماهایی که شماره ایران داریم، خیلی راه ورود بهش دشواره. میایم چیکار میکنیم؟ از یک سری پلتفرم های استفاده میکنیم که بهشون به ما شماره مجازی میدن. مثل کی؟ مثل نامبرند، که میتونید برید تو سایتش هم شماره مجازی بخرید با هر برای هر کشوری که میخواید، و هم میتونید یه اکانت آماده اوپن ای آی یا چت جی پی تی یا هر چیز دیگه ای رو به شکل آماده خریداری بکنید. این نیست که دیگه خودتون بخواید برید روند ساین آپ شدن رو انجام بدید، یعنی ایمیل بدید فلان کنید، یه اکانت آماده بدید میده بهتون، میرین داخلش و خیلی هم چیزی کار را بندازیه. ما که استفاده کردیم حسابی لذت بردیم، شما هم استفاده کنید و لذتشو ببرید. بعد از اینکه تونستین ان شاء الله وارد سایت افغان رستم رو که رد بکنین، میری داخل سایت دالی. بله. به شما در اول 50 تا اعتبار تولید تصویر میده، یعنی شما وارد سایت میشید میتونید تا 50 تا عکس تولید بکنید. هر باری هم که بخواید ریجنریت بکنید، که حالا نشون میدم چجوریه، یکی از اون اعتبارا کم میشه. سورپرایز می رو بخواید بزنید، سورپرایز می چی هستن؟ سورپرایز می وقتی شما میزنید خود این دالی میاد به صورت پیشورز یه عکس برای شما تولید میکنه. مثلا الان گفتش که استرن لوکینگ اول درست از ا لایبرریان دیجیتال آرت. خب بزنیم جنریت کنیم ببینیم چی میده به ما. نفهمیدم چی گفته. زیاد چیز مهم نیست. لایبرری شما فهمیدم. حالا هی اینکه داره تصویر برام جنریت میکنه، یه سری تیپ به ما میده، میگه آقا این کارو بکن، این کارو نکن، که چیکار بکنی تصویرت بهینه‌تر بشه. حالا داره برام عکس لود میکنه، 4 تا نسخه به ما میده. تازه شما دادی ریکورد میکنه. الان اوکیه، شما بفرما. خسته نباشید. آره. داره جنریت میکنه، یه مقدار طول میکشه و به به یه جغد جذاب به ما داده، یه جغدی که نقش کتابدار رو داره بازی مشخص درس آقا کیس ازدواج آره. خب اینجا 4 تا به هر حال نسخه مختلف بهتون میده که هر کدومو دوست داشتین من از این خوشم اومده. مثلا میتونید بزرگش کنی، میتونید اینجا دانلودش کنی، میتونید ریپورتش کنی اگه مشکل خاصه، چه میدونم اخلاقی یا هر چیز دیگه ای داره، میتونی ریپورت کنی این عکس رو، میتونی ادیتش بکنی، که البته من با ادیت خیلی حال نکردم. چرا؟ الان بهتون نشون میدم. چیز خاصی تو این ادیت شما نمیتونی تغییر بدی. مثلا میتونی یه مداری جابجاش بکنی، میتونی یه تیکش رو حذف بکنی، و میگم خیلی چیز عجیب و غریبی نمیده بهت این ادیت. قابلیت تغییر خیلی آره، خاصی آره. بهت نمیده. حالا میتونی روی همین عکسی که انتخاب کردی بی وریشن رو بزنی و برات بر اساس همین عکسی که تولید کرده میاد مدل‌های دیگه‌اش هم تولید می‌کنه. بزنیم ببینیم چی میشه. با هر بار کلیک کردن روی اینها هم یه دونه از اون اعتبار 50 تا یه کم میشه. اینم بهتون بگم که 50 تا که تموم شد، سر هر ما 15 تا اعتبار به شما میده. اگر بخواید بیشتر از اون 15 تا برای اعتبار داشته باشید، هر 115 اعتبار برای تولید تصویر رو به شما میفروشه ناقابل $15. 15 تا دلار 50 تومانی می‌کنه 750,000 تومان. به روایتی، یعنی عکسی 15 تا یه دو تا بالا سه تا پایین میکنه، به عبارتی عکسی 50,000 تا هم براتون میفته. بدی همون گرافیسته آقا اوکی سره بیخیال. آره من خواهم آره اینو بزنیم بودن اولیش. خب قابل تحسینه دیگه. بازه یه تیپ به ما دادین سگ، یه تیپ جذاب گل رسیم سگ و کت. اوکی سگ و کت چیه دیگه؟ سگ و گربه. خب نسخه اورجینال اینجا برامون نگه داشته و اومده بر اساس اون 4 تا تصویر تولید کرده. تصویرهایی با آره. تیپ های دیگه مشابه با اونی که آره. انتخاب آره. کردیم، که من به نظرم همون اورجیناله چیز خفن تریه. آره ولی خب اینم بد نیستش، یکم چشاشو مثل اینکه لیفت شقیقه کرد. آه بس همون چیزی که شما دون ببین باشید. دیگه دیگه راجب دالی هر چقدر که حالا دوباره برمیگردم، هر چقدر شما رو مانوراتو بده دوراتو بزن دوباره برمیگردی سر دالی، باید
توضیح دادی، دلبری کردی و حالا قرار بریم میزنی برمی قرار بریم سراغ مورد علاقه من یوآیو ببین میجرنی. ببین میجرنی اولا که خب من گفتم یه نکته منفیش اینه که یه جای موشه یه سایت مشخص نیست. شما این هوش مصنوعی تصویر ساز خلاق مبتنی بر دیسکورد، یعنی اگه بخواید واردش بشین یه سرچ میکنین تو گوگل میجرنی، اولین سایتی که میاره میگه جوین تو دیسکورد. بعد تو دیسکورد یه اکانت بسازین که خیلی چیز خاصی نیست، میتونی هیچ محدودیتی هم نداره. بله. مثل اوپن ای آی محدودیت نداره، ایمیلتون رو میزنین، یه پسورد انتخاب میکنین، بعد بهتون یه ایمیل میده که اینو مثلا وریفای کنید، بعد وارد دیسکورد میشین و توی صفحه روم میجرنی آره میتونین اینجا توی نیو کامر رومز، توی تب نیو کامر رومزا انتخاب کنین که حالا نیوبیز حالا هر عددی که میتونه داشته باشه هر کدوم اینا رو بزنین، وارد هر صفحه وارد چت های مختلف وارد روم های مختلف میشین که میبینین حالا اشخاص مختلف اومدن تصویر سازی کردن به هر شکل. این چه چیزه باحال، این عکس خودشو داده این یارو دوست عزیزمون. آقا نکته اول این کارو کرده، شلیک اولو بکنم، مشت اولو میخوام بزنم، مشت اولو بزن. آقا پرایوسی میتونی عزیزم این قابلیت رو داری، شما میتونی انتخاب کنی که کلا میجرنی این داستان رو داره که شما با دستورهای خاص میتونی بهش یه سری کد بدی که آقا اینو مثلا من فقط به صورت پرایوت میخوام برای خودم ببینم، یا فقط میخوام مثلا توی همین روم بیاد یا توی فلان استایل باشه یا توی... ببین من اینا رو اتفاقا من همینا رو میخواستم بگم که ما توی این ویدیو نمیایم خیلی تنظیماتش جا به جا کنیم. آقا من به عنوان کاربر وارد این شدم میخوام تصویر بسازم. بله. چی کار کنم؟ ولی این نکته ای که این حالا شما توی این روم که میای میبینی حالا اینقدر آدم تصویر ساختن و فلان اینا، در دید اول شاید گیج کننده باشه. بله. ولی به نظر من یه چیز خوبی که داره اینه که شما ایده میگیری. یعنی مثلا میبینی خب آقا این تصویر الان ساخته شده با یه همچین متنی، خب منم میتونم یه همچین تصویری رو بسازم دیگه، حالا مشابه به جای این یه چیز دیگه بزنم. این دستوراتی که میگم حالا اینجا الان بچه‌ها دارن میبینن ایناست دقیقاً، تو دستورات مختلف حالا شما کوالیتی میدی، رزولوشنش رو میدی، به هر شکل دیگه میتونی اینا رو بدی، حالا پرایوتش هم میتونی بکنی که فقط خودت ببینی. این هم مشابه همون داستان دالی رو داره، ولی اینکه مثلا این میگه که اون خودش به تیپ میده، میگه آقا این اون خودش میده، ولی خب این راه من رفتم آسفالتش کردم، ولی داری تو راه مردم داری راه میری. به نظر من این میتونه ذهن تو بیشتر باز کنه که تو میتونی ببین اگر این تصویرا رو ندیده باشی وقتی وارد سایت دالی میشی، خب عجب تصویر خفنی، میگه آره، میگه خب آقا من چه میدونم چی بنویسم، راجبه چی صحبت کنم، چی بهش بگم که بسازه، ولی وقتی وارد میجرنی میشی میبینی که خب این همه نمونه های مختلفو ساختن و پرداختن و بالاخره دیگه صحبت ها راجبه قابلیت های اینا به نظرم چی تو چنته داری رو کن؟ آره چی میتونی کارو انجام بدی؟ آقا ما اینجا همونجوری گفتم 10 تا موضوع مختلف، 10 تا توصیف برای تصاویر مختلف رو انتخاب کردیم که تک به تک به هر جفتشون میدیم به شکل یکسان که بیان بسازن. اولیش میشه پورتری یا یک با پورتری بانوی زیبا، یک بانوی زیبا، بیوتیفول وومن، دارک گری بک‌گراند که یه بک‌گراند حالا تاریک و خاکستری داره و اینکه سایه های قوی استرانگ شادوز و سرخ، همینی که داری می‌بینی یکی دوست ما خیلی علاقه سرخ داره، سرخ و اینکه نورش هم از سمت چپ بهش تابیده باشه. ما اینو به هر جفتشون میدیم. بعد اینجا اینم من یادم رفت خدمت شما بگم، این خیلی مهمه، شما اینجا باید یه دونه چی اسم این خط ایمیجین این چیه، این خط کج اسمش چیه؟ یه خط کج اسلش اینوری اسلش اینوری اسلش رو میزنی، بعد خودش هم اول بهت میگه اسلش ایمیجین، بعد که اینو میزنی شما متن رو مینویسی. بابا ببین دنگ و فنگ داره، سر راست نیست. الان آقا ما به اینو دادیم، میگه که چی یوس اکسپت اور چمپس، به به یا وات قبول بکنیم، ما قبول شرایط میکن. داریم ما قبول میکنیم، بگیم که آقا این چه کار خواهد کرد برای ما. حالا یه کمی سکوت کنیم، من خیلی با آب بخورم. این الان تصویر رو اشتباه رفتم، این مشکل میجرنی نیست، مشکل کاربر میجرنی، یه روم اشتباه رفته بودیم. این در نهایت الان تصویریه که
میدجرنی برای ما ساخته، اگر لود بشه و اگر نت همراهی کنه ما رو که بتونیم تصویر رو نشون بدیم به صورت کامل. ببین چیزی که من الان دارم میبینم چیز بدی نداده، درسته دنگ و فنگش زیاده ولی خروجیه اینجا 4 تا نمونه تصویر رو به ما میده. بله. که شما هر کدوم از این 4 تا نمونه تصویر رو هم میتونین یکیشو انتخاب کنین بزرگش کنین با این گزینه هایی که این زیره، هم میتونین یکیشو مثلا آقا من این اولیو میخوام که بزرگ بشه، هم میتونین یکیشو انتخاب کنی که همون رو میتونین ریجنریتش کنی، ریجنریتش هم میتونین بکنی دقیقاً با همین گزینه که اینجا هست میتونین تصویرو کامل ریجنریت کنی. عکسی که انتخاب میکنی و میتونین هم میتونین آپ اسکیلش کنی، هم میتونین از لحاظها و نظرهای مختلف هم میتونین آپ اسکیلش کنی، هم میتونین بهش دستور بدی که آقا مثلا این تصویرو الان برای من بزرگ کن. حالا وارد کجا میشیم؟ میریم وارد دالی میشیم. دالی دیگه اون داستانای ایمیجن و فلاینا رو نداره. بخیار. نداره. بزن بره. ما میذاریم که همون تصویر رو بسازه برامون جنریت. ببینیم که این واقعا سرراستیش حقیقتاً یه پوینت مثبتیه که دالی رو میتونیم یک دو سه میره بالا. تیپم بهتون میدم. یا چیکار کن چیکار نکن. منتظر بمونیم. میگه برای اینکه عکس با کیفیت میخوای یه دیجیتال آرت بندازن، گیرش ببین چیکار میکنه. معجزه میکنه. مریضی که اونو ساخته بود یه سگ دریایی بود به شکل زیر دریایی. این که بانو زیبایی نیست بیا. واقعا بیا آقا دالی برادر من زیبایی در زیبایی در نگاه توست، نه به چیزی که به آن مینگری. ولی اینا زیبا نیستن. من مدرم میخوام که من صاحب عکس باز میخوام. صاحب عکس که صاحب نداره که خودش جنریت کرده. این زیباتره. بزنیم ببینیم چیه. این تصویر رو ساخته که حالا ببین من خیلی واقعا خیلی زیبا نیست. ببین بوتاکس لازمه. نکته ای که داره اینه که این خب اومده ریل تایم، این مثلا عکس گرفته یه نفر از این. بله. ولی خب توی میدجرنی ما میبینیم که همون داستانی که گفتم یه دیده هنری داره به قضیه. البته سرخ نیستش دیگه. و خب واقعا هم چرا دیگه سرخه دیگه. این سرخه برادر. آقا این حالا این یه دونه نیمرخه، اینم نیمرخه، این دوتا سرخن دیگه. درست دارم میگم؟ 2.5% فیل. این واقعا اومده تک به تک اون چیزایی که بهش گفتیم و رعایت کرده. بک‌گراند تیره نور فلان تصویر بانوی زیبا بیوتیفول وومن و این داستانا رو داره. حالا من اینجا میام بهش میگم که آقا این گزینه 4 رو برای من دوباره آسال 4 نمونه بسن. شما میتونی عکس بهش بدی آپلود کنی بگی بر اساس اون بیا برای من همچون قابلیتی هم داره. دالی ولی میتونه. ولی به راحتی دالی نیست. دالی میتونه. آره. راحت هم هست ولی انتظار یه چیز فضایی ازش نداشته باشه. ببین الان اون تصویری که من دادم اون تصویر 4 رو خرابش کرد. 55% سب کن عزیزم رندر بگیره قربونت بشم من گم شد. تصویر گم شد. بیا بالا ببین. ایناش این الان از اون تصویری که من انتخاب کردم که تصویر 4 بود دوباره چه؟ همونو کام این چه زاویه فکی این واقعا خوبه. تمام استایلیزی که داره زاویه فک داره. این واقعا خوبه. این تصویر کدوم انتخاب کنم؟ دومیه بهتر نی؟ پلنگ تور نی؟ این دومیه؟ نه نه من اولیه رو بیشتر دوست دارم. اولیه که نه نه ببین یه کمی با جزئیات کمتری توصیف کن خواهش میکنم ازت. من این یووانو که من میزنم حالا شروع میکنه این عکس اول رو برای من به شکل کامل جنریت کردن. آقا برو سراغ دالی. بریم سراغ دالی. برو سراغ دالی. حالا میخوای چیکارش کنی؟ دالی ببین چیکار کرد. دالی مشخصات رو نشون داد دیگه. الان چیکار میخوای؟ خب این چهارمیه بیا بفهم. خب اول نگاه بکن این استانداردهای زیبایی رو رعایت نکرده. دلیل نمیشه هر کی چاله گونه ای داشته نمیدونم زاویه فکی داشت زیبا باشه، ایشون هم زیباست. حالا میگم اینو میزنیم گونه های مختلفی از این بانوی زیبا رو دوباره برای ما بسازه تولید کنه. با. باز داره تیپ به ما میده، میگه این کارو بکن اون کارو نکن، دستور میده بهت. ببین چقدر با زبان سری دستوری. یک دو سه این واقعا ترتمیز چشم هم میزنید درست میگه بارها بدیده. 4 تا بارها گفتم پوینت مثبت رو داره. خب این زیباتر یه مداری ششوشانش خراب کرده این سایه ابرو. من متخصص نیستم، متخصص باید نظر بده ولی خب این خدش نیست خد. ای اوکی بانوی زیبایی نیست. کجه کجه استاد. حالا کاری ندارم. ببین ولی خب ببین من واقعا حالا به این قضیه که این واقعا ریل تر میاد این تصویر رو در میاره توش هیچ شکی نیست. ما بریم ببینیم که اونجا این شد الان اینو میشه به عنوان پروفایل فیک استفاده کرده شارژ گرفت ولی اون بانو نه نهایتا بشه
شوهر پیدا کرد. نه نمیشه واقعا همچین کاری کرد. ولی خب آره تصاویری که به دست اومد تصاویر خوب و با کیفیت. نمیگم اون بی کیفیت بود ولی خب بیوتیفول وومن نه. خب آقا موضوع بعدی یا توصیف بعدی که میریم سراغش یه خونه کوچولو بالای یک حالا حالت پرتگاه صخره تپه که دورش پر از لالیپاپه، یه ایمیجن همچین خلاقانه ای ما داریم. دیجیتال آرتش هم دیجیتال آرت چه؟ با سبک دیجیتال آرت بیاد. دیجیتال آرت یعنی چه؟ دیجیتال آرت هنره. آره اینو بیا یه کمی هنریش کن، یه از این ریالستیک توره بیا بیرون آقای دالی، ببینیم که نتیجه چی از آب در میاد، آیا میتونه به همون خوبی یه قبلی که خوب نبود حقیقتا در بیاره یا نه. خب تا این آماده میشه برو سراغ چیز آماده شد. ماشاءالله سرعت ببینیم که چی آماده کرده برامون. زیباست آقا، قشنگه توی این قشنگه. زمینه اینا رو واقعا جذاب در آورده، خیلی خوشگله. بز بقیه رو هم بیاره، ای بسا بقیه بهتر باشن. نه خوبه این آقا، همچی کارتونی خوشگله. آره از لحاظ حالا نورپردازی جزئیات تو اینم خوبه. یه بکم ببینیم دیگه چی داره برامون. بقیه هم خوبن. ولی خب وسطی سومی بهتر. اینی که الان کلیک کردم سومی بهتر. اینم باحاله ولی خیلی دیگه کارتونی، خیلی فیکه دیگه. آره. توی مید جرنی بریم ببینیم همین قضیه رو چی جوری میتونه برای ما به وجود بیاره. یک سال بعد. 2000 years later. الان که شما دارید این ویدیو رو می‌بینید نیم ساعت از پات گذشته. درو ببین اینا همش اینا همش الکی داره نیم ساعت رو گنده می‌کنه، نهایتاً 30 ثانیه طول کشید. حالا در کل کاری نداریم. تصویری که در نهایت میجرنی تونست بسازه قشنگه ولی خدای من عالی اینو قبول دارم حقیقتاً. مال البته این خوبه، این تصویر قشنگه ولی این واقعاً تصویر جالبیه. البته اون بزرگش پرتگاه رو خیلی خوب در نیاورده، فکر کنم یوسه میشه اگه اشتباه نکنم. اون پرتگاه رو خیلی خوب در نیاورده، در صورتی که توی دالی ما دیدیم که این حالتی که مثلا پرتگاه و فلان و اینا. آره این واقعا تصویر بسیار خوبیه. واقعا لالیپاپش کمه ولی خب خوشگله. لالیپاپ نداره اصلا تقریبا، ولی خب اینا رو اومده مثلا شبیه به دوست نداشته لالیپاپ در بیاره. توی مید جرنی هم که ببینیم اون بزرگ شد، اگه خدا بخواد ایشالله به حول قوه الهی این داستانش واقعا آقا جون سانس مید جرنی نریم. میخوای اصلا ببندی این قضیه تموم میشه، طول میکشه، ویتینگ استارت و فلان و بیسار و اینا تا ببینیم به نظر من بیاری سراغ اون سیاست های محافظت از اخلاق و چهره هایی که نمیسازه. حالا تا اینو بسازه ما ببینیم که با کدوم دوست عزیزمون استارت کنیم؟ با آقای باراک اوباما. نظر شما چیه؟ باراک اوباما رو توی استایل یک جدای نایت بیاد راجبش تصویر بسازه و فوق‌العاده هم ریالیستیک باشه تصویر، ببینیم که چیجوری جنریت میکنه دالی تو. منتظر بمونیم که بیا. اینم داره طول میکشه، اینم که خراب کرد دیگه. نباده بچه تعریف کرد. شروع شرط. It looks like the request may not follow our content. خب ببین چقدر قوی، چقدر هوشمند میگه آقا این درخواستی که تو دادی رو ما نمیتونیم اجرا کنیم. چرا؟ چون باراک اوباما رو ما نمیتونیم اعتبارشو بزنیم زمین. چرا؟ چون تو میخوای مثل استار وارز برام درش بیاری. نمیکنم. یعنی این کارو نکن. این کارو انجام نداد. خیر. نه به هیچ وجه. برو سراغ دوستت. میریم سراغ دوستمون. یک سال بعد. خب آقا ما حالا اینجا میزنیم ببینیم که این مید جرنی میاد چی کار میکنه، آیا تصویری از باراک اوباما برای ما میسازه در استال یک جدای یا خیر. سوال من از شما اینه جان، که آیا دالی رئیس جمهوری از یک کشور حالا دور از اونم اینجا اونم میاد همچین بلایی سرش بیاره بگه آقا نمیتونی همچین تصویر رو داشته؟ متاسفانه یا فقط چون باراک اوباماست میدونی که نمیتونیم تست کنیم همچین چیزی رو. ولی خب به دلایلی آره که میدونی خودتون میتونید برین تست کنید ببینید که آیا میسازه، میتونه در بیاره همچین تصاویری رو برای اشخاص دیگه یا نه. خب همونطور که داریم میبینیم مید جرنی داره میسازه. یه مثال معروف هم دارم، کوین اسپیسی در حال خوردن تولید میکنه ولی چششاری کوین اسپیسی همچین چپ و چول میکشه دیگه. آره. معلومه که این تصویر فیکه.
می‌بینید ما برای ساختن محتوا چقدر زحمت می‌کشیم؟ به خدا ساعت ها. پس شیر کنید، ویدیو رو شیر کنید، هزینه‌اش در بیاد. بله، آقا ولش کن. آقا عجب اومایی داره. ایشون اوباما ساخته و واقعاً با استایل یکم بخوام ریسیست باشم، نباش. یکم که اگزاجره. خواهشاً. عزیزونش. نه، ولی خدای قشنگ. این تصویر واقعاً اینجا یکم پیر. اینجا واقعاً داره اوباما رو نشون میده، نقطه ضعفه. نباید اوباما رو نشون. لایت سیبر دستشه. برادر من با جزئیات جدایو فهمیده. اوباما نباید نشون. چرا نباید؟ اوباما که آدم کوچیکی نیست. شما یه مسخرهش بکنی. اوباما دل نداره. اوباما مگه مسخره شماست؟ شما فکر می‌کنی کاستوم نداره؟ خیر. بپوشه کاستوم جدای؟ خیر. کاستومی داره که گفتنش درست نیست. ولی خب قشنگه. ولی خب تونست اینو در بیاره. صندلی موزی. یه مثال دیگه برات می‌خوام بزنم. بفرمایید. تا حالا صندلی موزی دیدی؟ حالا می‌خوام صندلی موزی برات درست کنم. دیجیتال آرت فوتو آف بنانا چیر 3D رندر. بله. جنریت. جنریت کنه ببینیم که میتونه آیا سه سوت از پسش بر بیاد یا نه. ببین چی کار میکنه. از این گوشه رو نبید. ما قبلا ساختیمش. ماشاءالله صندلی موز اکوادوری چیکتا به ما داده. این یه مبل موزیه ها. موز دول. بعد الان بله این واقعا صندلیه به نظر شما. ببین اینو این کنار لب ساحلی نه نه آخه نمیخوابم. اصلا روی نمیتونی بخوابی عزیزم. چرا نمیشه؟ نه این تاپ توره دو سرش رو میگیری؟ بچه ها ما این موزه رو یه بار دیگه ساختیم قبل این که رو بگیم و من همینقدر خندیدم. من الان هم دارم واقعا موزه این چیه؟ درسته یکم شبیه خیاره، خیار زرد. ولی خب موزه اون واقعا موزه کال موزه کال موزه سبز درواده. حالا چیزی که مید جرنی در آورده توی همین این تصویره ای بدک ای این این رندر واقعا قابل ساخته. یعنی شما اینو میتونی بسازی استفاده کنی. اینو نگاه یه مدرنیته داره تو تد موزی نمیبینم تو این ترکیب. فقط زرده استایل موز. اون اصلا موز خیارتوری تو این تو اینو به معنای واقعی کلمه باید روی این موزه بشینی. من که نمیشینم ولی خب اگه کسی خواست هست میتونه بده تعریف کنه. صندلی موزی یک نموره هم شبیه خیار میزنه. واقعا موز خدا اینقدر شیار نداره. چه موز براقی هم هستش. روغن زده شده سرش. برحال نه تو ببن. نه مثلا این مبل موزی بدک نبود. ولی یکم سرش افتاده. خیلی موز خوبی نیست. نمیتونه. من نمیتونم بگه واقعا. حقیقتا اینه که منطق من میگه که این واقعا تصویر بهتریه و تا اینجای کارم ببین دیدیم که دالی اگر درد سر نمیخواید میخواید یک دو سه بشمرسه یه تصویر خفن تولید کنید برید سراغ دالی. ولی اگه حوصله سردرد داشته میدونم درد سر دارین آقا اصلا به طور مثال شما میخواید من عزیز تصویر... شما نیستم. گفت عزیزم الان کاتش کرد. من بهش گوشتت کردم. شما الان میخواید تصویر بسازی عزیزم. من عزیز شما نیستم. میخواید تصویر بسازی میری تو اپ‌های مختلف تصویرسازی. فرض کنید دو تا بات نیستن، حداقل بعد یکی دو سه ساعت پنج ساعت بلکن یک روز زمان بذاری که اون تصویر رو بسازی. ارن پیشرفت کرده. من دست میکنم تو جیبم پول میدم به یک گرافیست. یه گرافیست بخواد بسازه چقدر وقت میذاره؟ یه ساعت یک ساعت وقت میخواد بذاره. عمرم بتونه همچین تصویری رو گرافیست یک ساعت ببین. وقت بذاره و بسازه. آقا ما اول ویدیو گفتیم که 10 تا مثال براتون بزنیم ولی واقعا تایمش خیلی زیاد. اگر فقط 4 ساعت تو 10 تا که هیچی 100 ولی... تا براتون مثال میزنم ولی میجرنی ما رو پیرمون کرد باشه. من موام ریخت از بس که اینو. آقا شما نظرتون رو بدین. واقعا به نظر شما از لحاظ تصاویری که ساخته شد میجرنی بهتر بود یا دالی بهتر بود؟ درسته مثالاش کم بود اما واقعا میگم تایم ویدیو نمیرسه. البته من شاید الان که ما خداحافظی کنیم یه 3-4 تا آفتر رکورد عکس بذارم براتون، زیرش هم بنویسم میجرنی دالی، تا اونطوری بتونیم بهتر مقایسه کنیم توی موضوعات مختلف و نظر خودتون رو توی کامنت ها بگین. خیلی خوب آقا، امیدوارم که تونسته باشیم اطلاعات کاربردی و خوبی رو بهتون توی این ویدیو راجع به این دوتا هوش مصنوعی خلاق بدیم و از این ویدیو لذت برده باشین. لذت گیره بردیم از کاربرد میجرنی دالی. بله لذت بردیم. آقا بگین تو کامنت ها خودتون نظر بدین و همین به پایان رسید. دالی دالی میجرنی واقعا بهتر بود دالی. الان بازم عکس ها رو میبینید جای نرید. خدافظ.